خدا به عرض خسته نباشید خدمت همه دوستان، همه علاقمندان با آموزش ارد، همه عزیزانم، همه شاگردای عزیزم هر جای ایران دنیا که اصلا چرا موفق و پایدار باشن. شما تماس 0921-244-36-449-96-0919-88-90-83 عزیزان میتونن با این صدا شماره در زمینه آموزش تخصصی ارگ با بنده در ارتباط باشن. از شبکه‌های مجازی هم میتونن با بنده در ارتباط باشن، البته با شماره 0921 هم بیشتر با اون شبکه‌های مجازی هستن. این آهنگ ملایم بود تقدیم همگی. زدن این آهنگ یه خورده دشواره، یه خورده سخت، واقعا ملودی داره، واقعا آهنگ ملودی داریه، فرم داره. منظورم از فرم یعنی که تیکه تیکه‌های زیاده، ما بهش میگیم فرم. کسی که اصول کار کرده باشه اینا رو میدونه چی فرم آهنگ زیاده، تکراری نیست، اصلا اول داره، دوم داره، سوم داره، تکرار سوم داره، تکرار اول داره، تکرار دوم داره، و اینو میگن فرم. و اینکه این آهنگ تقدیم همه یه شاید که لذتش رو ببرید، نمیخوام زیاد وارد جزئیات موسیقیش بشم، فقط اینه میخوام بهتون میگم که آهنگای دهه 60، دهه 50، دهه 70 تا دهه 80 هم آهنگ قشنگیه، واقعا ملودی دار، خوشگل. ولی الان نه، الان آهنگا یک کیک بیس آکورد میذارن میخونه تمام شه میره، اصلا ملودی نداره. ملودیش هم میگه هرچی صدا بردار بذاره همونه دیگه، یعنی هیچ تأثیری نداره دیگه، و همون گام میه، چهار تا ملودی بالا پایین میکنه، طرف میاد میخونه. ملودی اوورتور نداره کارام، چون دیگه اوورتور نداشته باشه خب معنایی نداره. ولی آهنگای قدیمی، همین آهنگ کلام زدم، چه اوورتوری داشت، اولش، وسطش، گیتارش، نه اوورتورش بود، اوورتور اول، اوورتور وسط، و فرمای زیادی هم داشت. عزیزان من فقط چند تا نکته بگم، دو تا سه تا نکته مهم. نکته اول این که بله، عزیزان باید از پایه کار کنن تا بتونن آهنگ در بیارن. تا از پایه کار نکنن، تا این ور اون ور برن، تا فقط بخوان آهنگ بزنن، تا این آموزشگاه اون آموزشگاه برن فقط نوت آهنگ بگیرن، به هیچ جایی نمیرسن. باید از پایه کار کنن، گوششون قوی شه، آکوردا رو بدونن، گام ها رو بدونن، پنجه فوق‌العاده‌ای داشته باشن، ریتم رو بشناسن، مسلط بشن پشت کیبورد، گوششون فوق‌العاده قوی بشه، سولفج کار کنن، اصول آهنگسازی رو بدونن، تمام این مراحل رو کار کنن که به سه تا چیز برسن. یکی گوششون فوق‌العاده قوی بشه که آهنگی رو در بیارن، یکی علم موسیقیشون بره بالا، یکی پنجه‌هاشون عالی بشه. بله آکورد هم خیلی تاثیر داره تو این کار، آکورد هم باید بدونید. در ضمن این آهنگ که من دارم دو یه گام بود، گام لام، حالا من میگم دیگه، لامینر هارمونیک، لامینر هارمونیک یه گامیه که وقتی یه کاری به یه کاری دیگه انجام میدی، این گام تبدیل میشه به گام لامینر هارمونیک. اینا اصول داره، فرم داره، اصول روش داره که چجوری تبدیل شده به گام لامینر هارمونیک. و اینکه چه آکوردی باید واسش بگیری. بعدی وقتا ببین 99% علم آکورد، آکورد 99% علمه. یکی به من میگفت از طریق گوش باید بگیری، اشتباهه. 99% علم، 1% گوشه. یه جایی میای یه آکوردایی میگیری رو اصولا، میبینی قشنگتر جواب میگه، معکوساشو میگیری، معکوس اول، معکوس دوم، میبینی قشنگتر جواب اونه میگیری. ولی آکوردم رو علمه، بله همونجوری که گام ها رو علمن، آکوردم رو علمن. خیلی از عزیزان اصلا علاقه من دستن، خیلی از عزیزان اصلا تو شهرهای بزرگ ایران، خارج از ایران، داخل تهران، همین ورامین اینی که خود برم تشریف دارم هستن، کلاسای خوبی پیدا نکردن، سالها و سالها سرم میرن، شاید تا الان هیچی ندونن، چهار تا آهنگ بلد باشن، اونم دست باشه کسه. نباید اینجوری باشن، اون عجب باید واقعا نوازنده، کسی که باشه کیبورد میشینه باید قدر باشه، عالی باشه، از همه نظر عالی باشه. یه بنده توضیحات همه رو دادم دیگه، خواهشن عزیزان انقدر پیام ندن، تماس نگیرن بابت اینا، عزیزانی که تماس میگیرن پیام میدن بابت کار باشه. ویدیو هم تو آپارات هست، میتونن تماشا کنن، صحبت ها رو گوش کنن، ببینن، بعد بابت کلاس تماس بگیرن یا پیام بدن. خیلی خیلی دوستتون دارم، منم دارم یه افعال بهتون میذارم، منم این ویدیو هم برای خودم نیست، برای شماه، میگیرم برای شما که شما نگاه کنین، شما کار کنین، شما حرفامو گوش کنین و راه درست رو برید، راه غلط رو ندید. کسی که واقعا عشق این کار داشته باشه باید راه درستش رو برید. اونایی که ایرادگیری دارن، به صورت ایرادگیری باشون کار میشه. ایرادگیری چند نوعه، حالا عزیزان تماس میگیرم و نوعاشو میگم.
یکی آکورده، یکی رو پنجه، یکی رو گوشه، آهنگ نمیتونن در بیشتر روی که آهنگ نمیتونن در بیارن، یکی اینه بیشتر رو اینه و پنجه و آکورده. حالا چیده دیگهش که خیلی کمتره، بیشتر روی سه تا چیده که اشتا میتونم یه ایرادگیری خوبم با هر عزیزی داشته باشم. ایدانی که از خارج از ایران تماس میگیرن خواهشت 2098-921-241-44-30 2098-936-449-96 2098-919-88-92-3 اونه هم که داخل ایران هم تهران هم دور از تهران هم اصفهان هم شیراز هم کرد هم لور هم فارد حالا شیرازی هم قومی هم کاشانی هم از هر جای نقاط ایران هم که بخوام با بنده کار کنم به طور غیر حضوری در خدمتون هستم با یک کار 100% تضمینی. خیالتون از کار راحت راحت، اینو شعار نیست، واقعا اینو واقعیت داره. شاگرد داشتم یک ماه و نیمه رفته، شاگرد داشتم دو ماه نوازنده شده، شاگرد داشتم سه ماه نوازنده شده. نوازنده یعنی آهنگ در آورده، پنجش عالی بوده، آکورداش عالی بوده، ضرباش عالی بوده، ریتم رو میشناخته، اصول آهنگسازی رو میدونسته. خب بیشتر این مبحث رو دیگه میذاریم برای موقعی که هنرجو بخواد شروع کنه تماس میگیره، ما در خدمتشون هست. خیلی خیلی دوستتون دارم، روز شب بر همگی خوش، خدا یار و نگهدار همه ایشون.